دی ماه 1313، فروغ زمان فرخزاد، فرزند سرهنگ محمد فرخزاد و توران وزیر تبار. فاتح شدم، خود را به ثبت رساندم، خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم و هستیم به یک شماره مشخص شد. پس زنده باد 678 صادر از بخش 5 ساکن تبری. خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی یه مدرسه درس خونده. یه مش اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا میشه توی حوض افتادن دوره بچگی، یا مثلا تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی، عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. 1330، 17 ساله است که با پرویز شاپور، همسایه پشت به پشت خانه و نوه خاله مادرش ازدواج میکند. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است، به بهانه های ساده خوشبختی خود مینگرد. به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانمان کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره میخوانند. دوشنبه 1331، تولد پسرش کامیار، انتشار نخستین کتابش اسیر، برای مدتی کوتاه در آسایشگاه روانی بستری می‌شود. 1334، جدایی از پرویز شاپور و پسرش کامیار. فکر می‌کردم اگر من بروم چه کسی موهای او را شانه خواهد زد، چه کسی برای او لباس‌های قشنگ خواهد دوخت، چه کسی برای او روی کاغذ عکس فیل و ماشین دودی و سه‌چرخه خواهد کشید، چه کسی او را به قدر من دوست خواهد داشت. 1335، انتشار کتاب دیوار، تمرین نمایش عروسی خون به کارگردانی احمد شاملو، سفر به ایتالیا. اون روزا فکر نمی کردم که این سفر اینقدر در روحیه من می تونه مؤثر باشه و تا این حد سلامت و آرامش از دست رفتم رو به من برگردونه. 1336 و 1337، انتشار دو داستان کوتاه در مجله فردوسی، انتشار اسیان، استخدام در استودیو فیلم گلستان به عنوان منشی برای کارهای دفتری. می توان همچون عروسک های کوکی بود، با دو چشم شیشه‌ای دنیای خود را دید. می توان در جعبه ماهوت با تنی انباشته از کاه، سالها در لابلای تور و پولک خفت. می توان با هر فشار هرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم. 1338 تا 1340، تدوین فیلم مستند آتش و بخش گرما از مجموعه چشمنداز، تمرین دو نمایش با شاهین سرکیسیان، چند سفر به انگلستان، ساخت دو آگهی تبلیغاتی، گویندگی برای دوبله فیلم مهر هفتم. 1341، فیلم برداری فیلم خانه سیاه است در جزامخانه بابا باقی تبریز به مدت 12 روز، به همراه آوردن حسین منصوری از جزامخانه برای سرپرستی. 1342، بازی در نمایش 6 شخصیت در جستجوی نویسنده به کارگردانی پری صابری، خانه سیاه است بهترین فیلم جشنواره اوبرهازن آلمان می شود. برای شرکت در جشنواره کن انتخاب می شود، ولی چون قرار است برای عموم به نمایش در نیاید، ابراهیم گلستان آن را از جشنواره بیرون می کشد. گفتم این فیلم برای آدم درست شده و راجب آدم و انسانیته، نه اونایی که میخوان با لباس شب و قر و فر تماشا کننده باشن. خودکشی نافرجام، انتشار تولدی دیگر و تقدیم آن به ابراهیم گلستان. پرنده گفت چه بویی، چه آفتابی، آه بهار آمده است و من به جستجوی جفت خیش خواهم رفت. 1343 و 1344، انتشار گزیده آثار، انتخاب اشعار مجموعه از نیما تا بعد، انتشار ویژنامه مجله آرش، کار روی فیلمنامه‌ای درباره زن ایرانی، مشارکت در تولید فیلم‌های استودیو گلستان، چند شعر مشترک با احمد رضا احمدی و یدالله رویایی. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی‌گردد و بدین سان است که کسی می‌میرد و کسی میماند.
یک خودکشی نافرجام دیگر. استخوان‌هایم از سفنها نبود وقتی که در نهان به وجود می آمدم و در اسفل زمین نقش بندی می گشتم. 1345 تقدیر از خانه سیاه است در جشنواره پزارو. سفر به ایتالیا. نامه در دفاع از چند محکوم سیاسی. مرگ در اثر تصادف. دفن در گورستان ظهیرالدوله تجریش. آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت. سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم.